در همین موضوع هسته‌ای ایران تجربه مذاکره مستقیم رو داره. فایده‌ای برای مذاکره مستقیم مترتب نبوده. مذاکره مستقیم بین کشورها یکی از مهمترین ابزارهای حل و فصل اختلافات در سطح بین‌المللی است. ایران به عنوان یک کشور با تاریخ طولانی چند هزار ساله تجربه تاریخی فراوانی در مذاکرات دیپلماتیک دارد. از مذاکرات قوام با مسکو که به نجات آذربایجان از دست شوروی و فرقه دست نشانده استالین انجامید تا مذاکرات مربوط به ملی شدن صنعت نفت که در آن دکتر مصدق علی‌رغم جدیت در برابر خواسته های زیاده خواهانه انگلستان مذاکره مستقیم را رد نکرد. همچنین مذاکرات منجر به قطعنامه 598 که به پایان جنگ عراق علیه ایران انجامید و مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام که کشور را از ذیل فصل هفتم شورای امنیت خارج کرد همه با مذاکره مستقیم انجام شده است. این یک واقعیت است که تمامی مسائل و موضوعات و درگیری‌ها در سطح جهان حداقل در تاریخ معاصر در نهایت با مذاکره حل شدند. مثلا بحران هسته‌ای میان آمریکا و شوروی در سال 1962 که جهان را در آستانه یک جنگ هسته‌ای تمام عیار قرار داده بود در نهایت با مذاکره حل شد. بحران 20 ساله مشابهی میان چین و آمریکا بعد از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در چین نیز در نهایت با مذاکره مستقیم رفع شد. بحرانی که دامنش به جنگ شبه جزیره کره نیز کشیده شده بود. حتی در نمونه تازه‌تر احیای روابط ایران و عربستان با وجود فضای بسیار منفی که نسبت به این کشور در بین مقامات ایران شکل گرفته بود با مذاکره مستقیم انجام شد. اما در حال حاضر و از زمان خروج آمریکا از برجام دولت ایران دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا را از دستور کار خود خارج کرده است و مذاکراتی که برای احیای توافق در دوره بایدن شروع شده با واسطه او غیر مستقیم انجام می شود. دولت رئیسی این عدم مذاکره رو در رو را یک اقدام مثبت می داند و آن را به عنوان یک دستاورد می نگرد. ما با بررسی‌هایی که کردیم و با نگاهی که آمریکایی‌ها دارن نفعی در مذاکره مستقیم با آمریکا ندیدیم. اما باید پرسید مذاکره غیر مستقیم چه دستاوردی دارد که این دولت به شکل حیثیتی با آن برخورد می‌کند؟ آیا دلیل خروج آمریکا از برجام مذاکره مستقیم و رو در روی دو طرف بوده است و اکنون مذاکره غیر مستقیم به منزله تضمین عدم خروج آمریکا از توافق احتمالی آینده خواهد بود؟ تأکید بر گفتگوی غیر مستقیم در حالی است که ایران علاوه بر مذاکرات منتهی به برجام در مورد بحران‌های افغانستان و عراق سابقه دیدار رو در رو با آمریکایی‌ها را دارد. علاوه بر آن زمانی که سعید جلیلی به عنوان مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات شرکت می‌کرد با مقامات آمریکایی گفتگوی مستقیم داشت که نمونه آن قدم زدن 45 دقیقه جلیلی با ویلیام برنز در سال 2009 است. اما این ایام در حالی که کشور از تحریم‌ها روزانه ده‌ها میلیون دلار ضرر مستقیم متحمل می‌شود و بسیاری از فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد، همچنان از مذاکره مستقیم به عنوان تابو یاد می‌شود. واقعیت این است که مذاکره غیر مستقیم به خاطر بعضی باورهای ایدئولوژیک، آن هم در شرایطی که قبل از آن بارها مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام شده، قابل درک نیست. اگرچه مذاکره مستقیم لزوماً تضمین کننده رسیدن به توافق و موفقیت نیست، ولی نسبت به شکل غیر مستقیم آن دارای اثرات و ویژگی هایی است که مفید تلقی می شود. اولین مزیت آن تسهیل گفتگو و ارتباطات است. این شکل از گفتگو باعث کاهش سوء تفاهم ها یا تفسیرهای نادرست می شود. سوء تفاهم هایی که ممکن است از طریق واسطه ها ایجاد شود. دومین ویژگی تسهیل حل تعارض و منازعه است. سومین ویژگی نیز انعطاف پذیری و سازگاری است، زیرا مذاکرات اغلب شامل داد و ستد می شود و مذاکرات مستقیم به طرفین اجازه می دهد حد وسط را بیابند و منافع خود را پیش ببرند. ویژگی چهارم که از مزیت‌های مهم گفتگوی مستقیم به شمار می‌رود، محرمانه بودن است. این ویژگی به مذاکره کنندگان اجازه می‌دهد تا در مورد موضوعات حساس بدون ترس از بررسی فوری عمومی یا واکنش متقابل بحث کنند. مزیت پنجم ایجاد اعتماد است. مذاکرات رو در رو فرصتی را برای دیپلمات‌ها فراهم می‌کند تا با همتایان خود رابطه شخصی و اعتماد ایجاد کنند. اعتماد نقش مهمی در غلبه بر تفاوت‌های ریشه‌دار و ایجاد روابط بلند
مدت دارد. و در نهایت ویژگی ششم کارایی و سرعت است. مذاکره مستقیم میتواند تشریفات اداری را کاهش دهد و فرایندهای تصمیم گیری را ساده تر کند. تغییر رویکرد تصمیم گیران در شرایط خطیر کشور و اتخاذ رویکرد مذاکره مستقیم میتواند زمینه ساز اقدام جدی در جهت رفع تحریم ها شود، موضوعی که کشور برای از دست ندادن فرصت های آتی به آن نیازمند است.